سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه 20 سرطان در یک نشست خبری گفت که هیچ سازشی با امارت اسلامی وجود ندارد و امارت اسلامی باید به تمام تعهدات خود عمل کند. نت پرایس گفت که احترام به حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با القاعده و داعش از مواردی هستند که باید انجام شود. او افزوده است ایالات متحده از امارت اسلامی انتظار دارد به تعهداتی که به جامعه جهانی داده عمل کند. آقای پرایس توضیح داد اینها به نوع تعهدات بسیار ساده‌ای هستند که به حقوق اساسی مردم افغانستان، زنان و دختران و اقلیت‌های مذهبی احترام می‌گذارند، به حق رفت و آمد آزاد برای کسانی که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند، به تعهدات ضد تروریسم از جمله القاعده، شاخه داعش در افغانستان و تشکیل دولتی که نماینده مردم افغانستان است. این موضوع را با کارشناسان برنامه در زاویه امشب به بحث و بررسی می‌گیریم. با ما همراه باشید. سلام خدا بار سلام بنده عزیز ارجمند، خوش آمدین به زاویه امشب. در زاویه امشب قرار است در مورد گفته های وزارت خارجه آمریکا مبنی بر این که هیچ سازشی با امارت اسلامی وجود ندارد و امارت اسلامی باید بعد تعهداتش عمل بکنه، میخوایم بحث و تحلیل بگیریم با مهمان ارجمند من جناب آقای حکمت فیاض، آگاه مسائل سیاسی که در استودیو حضور پیدا کردن. آقای فیاض سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بینندگان عزیز و همکاران تکنیکی برنامه عرض سلام و احترام دارم، انشاءالله موفق باشید. سلامت باشین. در اساس میخوام ارزیابی شما را از این موضوع گیری وزارت خارجه آمریکا داشته باشم. میگه گفتم ما هیچ سازشی نمیخوایم داشته باشیم تا اینکه امارت اسلامی به تعهداتی که داده عمل بکنه. چطور این صحبت ها بیان میشه؟ ارزیابی شما چی است؟ خب ما و شما میدانیم که امارت اسلامی افغانستان و کارگزاران آن بالاخره تعهداتی در قبال جامعه جهانی و مردم افغانستان داشته و دارند که این تعهدات میتونه به شکل شفاهی و غیر رسمی باشه و میتونه به شکل رسمی و کتبی باشه، که مهمترین و اساسی ترین به اصطلاح توافقنامه‌ای که در این بخش امضا شد همان توافقنامه دوحه است که بین طالبان و آمریکا در واقع امضا شد و این تنها مربوط طالبان و آمریکا به خصوص نمی‌شد، بلکه بخش‌های دیگری یعنی مردم افغانستان، جامعه افغانستان و جمهوری اسلامی حکومت آن وقت را هم در بر می‌گرفت و شامل می‌شد. من فکر می‌کنم که گذشت زمان و عدم رعایت شدن برخی و بخشی از تعهدات که طالبان در قبال مردم و جامعه جهانی داشته است باعث شده است که آمریکا این بار یک کمی جدیتر و قاطعتر وارد کار شود و بگوید که خب هیچ گونه سازشی در میان نیست، مگر این که طالبان او به اصطلاح پیمانهایی را که داشته است عملی کند و تعهداتی را که داشته است در قبال مردم و همچنین جامعه جهانی آنها را رعایت نماید. این گذشت زمان اگر همگام می بود با عملی شدن برخی تعهدات می توانست که نرمش آمریکا را در قبال داشته باشد، اما چون گذشت زمان همگام بوده است با رعایت نشدن برخی این تعهدات، بناهن این بار واکنش شدیدتر آمریکا را در قبال داشته است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خوبی آن را بیان کرد. و موضوع دیگری که من فکر میکنم در این راستا قابل توجه است این است که در جهان و منطقه ما و شما امروز شاهد تحرکات و یارگیری های با محوریت آمریکا و روسیه هستیم. بالاخره در این گونه موارد کشورهایی که در رأس قرار دارند و خودشان را به یک نحو قدرت برتر جهان می‌دانند، با دوستان و مخالفین و کسایی که در حالت ابهام برایشان قرار دارند رفتارهای متفاوت دارند. با دوستانشان همکاری و همسویی نشان می‌دهند، با دشمنانشان اخطار می‌دهند و با کسانی که در حاله ابهام از دوستی و دشمنی برایشان قرار دارند با آنها هشدار می‌دهند. طالبان برای آمریکا من فکر می‌کنم در یک چنین وضعیت قرار دارد، یعنی نه در شمار دوستان آمریکا قرار دارد و نه در شمار دشمنان آمریکا. بنابر این اساس است که آمریکا در این
برهه‌ای از تاریخ نیاز دیده است که این موضوعات را مطرح کند. و همچنان من فکر میکنم که آمریکا به عنوان یک کشوری که 20 سال حضور نظامی و سیاسی در افغانستان داشت و نظم نوین سیاسی در افغانستان ایجاد کرد، خودش را به یک نحو مسئول و متعهد به این میداند که در قبال سرنوشت مردم افغانستان و جامعه افغانستان حساس باشد و در راستای بهتر شدن وضعیت افغانستان و مردم افغانستان تلاش ورزد. یعنی به لحاظ اخلاقی و به لحاظ سیاسی که حتی پیمانهایی با حکومت وقت داشت، آمریکا به یک نحو خودش را مسئول می‌داند که در این بخش متوجه باشه، حساس باشه و تلاش کنه و فشار بیاره که بالاخره در اثر به وجود آمدن یک حکومت نسبتاً مردمی وضعیت مردم افغانستان بهتر شود. سلامت باشین. هرچند صحبت‌ها از این وجود داره که یک تعدادی ایالات متحده آمریکا را متهم میکنه برای که عامل وضعیت کنونی افغانستان به حساب میآید و در دست داشته و این گونه موضوعات، اما میخوام بپرسم که چه تعهداتی واقعا امارت اسلامی به آمریکا، جامعه جهانی و کشورهای منطقه و جهان داشته که آمریکا حالا خواستار عمل شدن از اونها هست؟ خب من فکر میکنم که میشود تعهدات طالبان را در قبال مردم و جامعه جهانی به چند بخش تقسیم کرد. بخشی از آن مربوط به حقوق بشر است، یعنی موضوعات حقوق بشری است. وقتی که مشاهده میشود که مثلا دخترانی که در صنوف بالاتر از 6 قرار دارند به مکتب گذاشته نمی شود که بروند، و همچنان موضوعاتی چون مثلا بازداشت های خودسرانه و امثال اینها یا محاکمات از این دست، اینها خودشان نماینده این است که بخش حقوق بشر که یکی از بخش هایی بود که طالبان در قبال آن تعهد داشت و بالاخره قول داده بود که رعایت می کند. برخی دیگر موضوعی سیاسی است که مثلا با القاعده به عنوان یک گروهی که مخالف آمریکا است یا با آمریکا را متضرر ساخته است رابطه نداشته باشد، با آنها همکاری نکند و با آنها اجازه ندهد که از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا، چی در خود آمریکا و چی در کشورهای دیگر، استفاده کند و تهدید نماید. و ما و شما شاهد هستیم که در کنار بخش‌های دیگری که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح ساخت، مسئله داعش را حتی پیش کشاند و این نشان دهنده نگرانی بیشتر آمریکا در قسمت طالبان و رابطه طالبان با گروه‌های مختلف است که گویا حتی درباره داعش هم آنها نگرانی دارند. بنابر این ما یعنی شاهد نگرانی های آمریکا در بخش های مختلف هستیم و همچنان بخش های امنیتی. خب ما و شما شاهد هستیم یکی از موضوعاتی که همیشه مطرح بوده است، چی در توافقنامه بن و همچنان بعد از آن چی در این سخنانی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، این است که از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دوست آمریکا و خود آمریکا استفاده نشود. البته خب این صحبت را بارها امارت اسلامی داشته و سخنگویان امارت اسلامی گفته که هیچ کشوری نگران نباشه، ما به هیچ کسی، به هیچ گروهی، به هیچ فرد اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان علیه آمریکا، کشورهای متحدش و سایر کشورها همسایه‌ها استفاده کنه. چرا فکر میکنین باز همین نگرانی وجود داره و تشویش ها همچنان موجود است؟ خب من فکر میکنم که چون برخی او به اصطلاح توافقاتی که صورت گرفته بود انجام نیافته است، بناهن این نگرانی را دا به بقیه بخش ها هم سرایت می دهد و بقیه نگرانی ها را هم دامن می زند. من فکر می کنم که آمریکا یعنی قبول نمی کند و به خودش نمی تواند بقبولاند که واقعا از طرف افغانستان و خاک افغانستان منافع ما و کشور ما مورد تهدید قرار نمی گیره و ما از این ناحیه نباید نگران باشیم. یعنی این را به خود نمی تواند بقبولاند. پس فکر میکنین چه عاملی وجود داره واقعا که به آنچه که امارت اسلامی تعهد سپرده و جامعه جهانی، آمریکا و به خصوص مردم افغانستان هنوز جامعه عمل نپوشیده، عامل اساسی چی میتونه باشه؟ مثلا اخیرا در مورد بازگشایی مکاتب دخترها ما صحبت‌های از آدرس امارت اسلامی داریم که دید جامعه دیدی سختگیرانه هست و اجازه نمیده که ما مکاتب بالای صنف 6 برای دختران باز بکنیم. فکر میکنین عوامل دیگه ای که وجود داره چیست که هنوز عملی نشده این تعهدات؟
خب من فکر میکنم که یکی از عوامل مهم و اساسی که در این بخش دخالت داره و نمیگذاره که امارت اسلامی افغانستان به خوبی در این راستا پیش بره، همان ایدولوژی و اعتقاد است که امارت اسلامی افغانستان به آن خود را به نحو متعهد و پابند میداند. یعنی این خودش سبب شده است که در برخی موارد امارت اسلامی افغانستان کوتاهی نشان بدهد و خوب پیش نرود، به خاطر اینکه آن را شاید با ایدولوژی و اعتقادی که دارد یا باوری که به خاطر آن به اسلام مبارزه کرده است بداند. به این اساس یکی از موضوعات همین است. یکی از موضوعات آن گونه که شما هم اشاره کردید بخش سنتی جامعه است که بالاخره در جامعه هم این گونه افراد و کتله های وجود داره که شاید با سیاست های نسبتاً سنتی امارت اسلامی افغانستان موافق باشند و یا اگر مثلا موافقت نشان ندهند اعتراض نکنند و انتقاد نکنند و این خودش باعث می شود که این سیاست ها به خوبی پیش برود. و همچنان فکر می کنم که یکی از موضوعاتی که در این بخش نقش داره و دخالت داره اختلاف داخلی امارت اسلامی افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان به عنوان یک گروه نسبتاً به ظاهر منسجم اختلافات داخلی خود را هم دارد که این اختلافات داخلی تا آنجا در بعضی مواقع تشدید می‌یابد که نمیگذارد برخی مواردی که به نفع آنهاست و میتواند که برای آنها مفید و سودمند باشد را هم پیش ببرد و طبق آن عمل کند. بر این اساس این اختلافات هم میتواند که مؤثر باشد. اما یکی از موضوعاتی که دیگری که من فکر میکنم که نقش داره و به یک نحوی نمیگذاره که این روند به خوبی پیش بره، یعنی امارت اسلامی به تعهداتی که داره عمل کنه، سیاست چندگانه جامعه جهانی است. من فکر میکنم مثلا در بعضی مواقع روسیه اعلان میکنه که شاید روسیه امارت اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسه، در بعضی مواقع اعلان میکنه که خب امارت اسلامی افغانستان تا زمانی که حکومت فراگیر تشکیل نده اما به رسمیت نمیشناسیم، و همچنان آمریکا گاهی، یعنی این جذر و مدی که در مقابل سیاست طالبان از طرف جامعه جهانی وجود داره، این هم باعث میشود که گاهی جامعه جهانی امارت اسلامی افغانستان امیدوار شود که با همین سیاست هم شاید جهان ما رو به رسمیت بشناسه، بنابراین طرف آنها توجه نمیکنه، طرف این نمی روه که مثلا حقوق بشر به خوبی رعایت شوه و همچنین مسائل دیگر. و گاهی این موضوع شدیدتر و قاطعتر اتخاذ میکنه که شما باید به آنچه گفتید عمل کنید، اگر عمل نکنید سازش صورت نمیگیره. این باعث شده است که امارت اسلامی افغانستان هم گاهی امیدوار باشند و گاهی کمی ناامید شود و بروند پیشرفت اینها در راستای تشکیل یک حکومت مشروع مورد رضایت مردم سکتگی وارد کنند. اما تو که شما میدانین و همه آگاهیم که یک اختلاف وجود داره و اختلاف ها سبب چند دستگی در سیاست گذاری میشه، همینطور ما شاهد عمل کرده یکسان در روی کرده امارت اسلامی چی در سطح داخلی چی در سطح خارجی نبودیم. تصمیم گیری هایی که صورت میگیره، صحبتی که میشه، باز تصمیم عمل کرد ها موافق از اون نمی باشه، و همینطور شما اشاره کردین به اصطلاح چند دستگی رویکرد رفتاری کشورها با افغانستان. با این حساب فکر میکنین که پیامد ادامه همچون وضعیت چی خواهد بود؟ اینکه هنوز امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده، دولت فراگیر شکل نگرفته، نگرانی ها از نقص حقوق بشر همچنان هست، دختران به مکتب نمیره، اقتصاد مردم ورشکسته است، مردم از فقر و گرسنگی شما میدونین که بسیاری ها اعضای بدنشان و همینطور عضو خانوادهشان به فروش رساندن، فکر میکنین که به کجا خواهد انجامید؟ چه پیامدهای بدتر را ما شاهد خواهد بودیم؟ خب به نظر میرسه که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه و حکومت فعلی هم به رسمیت شناخته نشوه، ما شاهد یک بی‌ثباتی سیاسی شدیدتری در افغانستان خواهیم بود. ما شما میدانیم و تاریخ ما این را به خوبی ثابت کرده است که تا زمانی که یک توافق نسبی روی مسائل کلان کشور توسط نخبگان سیاسی و کتله های مختلف سیاسی صورت نگیره، بالاخره آن حکومت
پیشرفتی نخواهد کرد و مثمر نخواهد بود. بر این اساس اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، این حکومت از طرف جهان به رسمیت شناخته نشود، مشروعیت داخلی خود را نتواند به یک نحوی به دست بیاورد، بی‌ثباتی سیاسی تشدید خواهد شد و ما روز به روز شاهد به حساب بدتر شدن وضعیت سیاسی در افغانستان خواهیم بود. و موضوع دیگری که من فکر میکنم که پیامد بسیار بدی این قضیه خواهد بود، تشدید بدبختی مردم افغانستان است و بالاخره مردم افغانستان در این گیرودار سیاسی و بازی‌های سیاسی که وجود داره، اینها شدیداً ضربه خواهد دید، متضرر خواهد شد، اینها فقیرتر خواهد شد، اینها نادارتر خواهد شد و اینها مظلومتر خواهد شد و حقشان روز به روز ضایع‌تر خواهد شد. و چیزی که بیشتر به اسلام ما و شما را نگران میکنه و باید جامعه جهانی و حکومت افغانستان از آن نگران باشه، همین بدتر شدن وضعیت مردم افغانستان است. و همچنان من فکر میکنم که یکی از پیامدهای دیگری که این قضیه داره این است که شکاف‌های قومی و فاصله‌های مذهبی و قومی در افغانستان تشدید خواهد شد. بالاخره وقتی که حکومت مشروع نباشه، به رسمیت شناخته نشود، توسط مردم مشروعیت نداشته باشه، کتله‌های مختلف سیاسی به مرور زمان از جاهای مختلف با پشتوانه‌های سیاسی و نظامی مختلف سر بر خواهد آورد و اینها باعث می‌شود که هر کدام یارگیری خود را داشته باشه، هر کدام جلب و جذب خود را داشته باشه و بسیج مردمی خود را داشته باشه و این خودش باعث تشدید فاصله های قومی و مذهبی میشه. و همچنان من فکر میکنم که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ایادی مغرض، یعنی دست های مغرض بیشتر در افغانستان دراز خواهد شد، چون فرصت های بیشتری و زمینه های بیشتری برای آنها به وجود خواهد آمد به خاطر اینکه از این فرصت به منفعتشان و به اصطلاح طبق میلشان استفاده کنه. اینها موارد است که من فکر میکنم که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه به وجود خواهد آمد و ما شاهد آن خواهیم بود در افغانستان. درست فکر میکنین که پیامد دیگهش بتونه منزوی شدن بیشتر حکومت فعلی افغانستان باشه و همینطور که آمریکا گفته که ما سازش نمیکنیم، کشورهای دیگه هم به تعقیب همچون اقدام را انجام خواهد داد؟ دقیقاً. اگر مثلا خب فعلا هم ما نسبت به دوران اول امارت اسلامی افغانستان، یعنی یک فاصله بیشتر بین جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان را شاهد هست، به خاطر ای که وقتی که بین ذهن و عمل یا بین نظر و عمل یک گروه سیاسی یا یک حکومت و یا یک مثلا آدرس سیاسی روز به روز بیشتر شد، اعتماد مردم هم کمتر می شود و جامعه جهانی هم اعتمادشان کمتر می شود و این باعث می شود که او به اصطلاح حکومت منزوی تر شود و فاصله بین حکومت و جامعه جهانی، بین حکومت و مردم بیشتر شود و عوامل و دلایل به اصطلاح ضعیف شدن و نابودی او حکومت روز به روز بیشتر شود. و این اساس یکی از پیامدها میتونه همین هم باشه. خیلی ممنون شما. فکر میکنم که برای تعامل و سازش بیشتر کشورها با افغانستان، از جمله آمریکا، روسیه و سایر کشورهای منطقه و جهان که قطعا در شرایط امروز یک نیاز هست و یک ضرورت است، چه راهکارهایی میتونه سبب شود که تعامل بیشتر، سازش بیشتر، روابط بیشتر با وجود به حکومت افغانستان با؟ خب من فکر میکنم که یکی از موضوعات مهمی که در این بخش مهم است و توسط کارشناسان زیاد هم گفته شده است، تمکین خواستها و نیازهای مردم افغانستان است. بالاخره حکومت افغانستان است، حکومت مردم افغانستان است، همین مردم در اینجاست که حکومتی وجود داره. بنابراین یکی از چیزهایی که میتونه امارت اسلامی افغانستان را هم در داخل و هم در خارج مورد اعتماد جلوه بدهد، توجه و تمکین به خواستها و نیازهای مردم افغانستان است، آنچه که مردم افغانستان میخواهد. و موضوع دیگری که من فکر میکنم مهم است این است که امارت اسلامی افغانستان تلاش نورزد که مردم افغانستان و جامعه جهانی را به یک نحوی فریب بدهد، یا ای که مثلا آنچرا که در عمل می کند متفاوت و حتی متضاد با آنچه باشد که در عالم نظر و حرف انجام می دهد. یعنی بین رفتار و گفتارشان نباید فاصله وجود داشته باشه، آنگونه که امارت اسلامی افغانستان می گوید ما تمام شرایط بر رسمیت شناخته شدن را فراهم کردیم و ما به اصطلاح در اینجا حقوق همه را رعایت می کنیم، این را در عمل پیاده سازند. ولی باید زمانی
زمانی که در عمل پیاده سازن، هم مردم افغانستان میبینن، هم جامعه جهانی میبینن و بالاخره دیگر دلیلی وجود نداره که با امارت اسلامی افغانستان مخالفت بورزد. امروز اگر مخالفتی وجود داره، اگر به رسمیت شناخته نمی شود، دلایلش همه دلایل است که منوط و مربوط به داخل افغانستان و مردم افغانستان است. افغانستان شما حقوق زنان رعایت نمی کنید، حقوق بشر را رعایت نمی کنید، شما حکومت فراگیر تشکیل نمیدید و امثال اینها، شما با القاعده ارتباط دارید. خب اینها موضوعاتی است که مربوط به عدم رسمیت شناخته شدن طالبان است و مربوط به داخل افغانستان است، به مردم افغانستان است. بالاخره امارت اسلامی افغانستان من فکر میکنم به جای سیاست بردبردی که پیشه کرده است، بیاید سیاست بردباخت را دنبال بکنه. سیاست بردبرد بالاخره نتیجه ای نداره و نمیتونه پیامد مثبتی در پی داشته باشه. امارت اسلامی افغانستان اگر جامعه جهانی مشروعیت میخواه، اگر به رسمیت شناخته شدن میخواه و امثال اینها تأیید میخواه، باید خودش هم در قبال آنها کمی تمکین کنه و به اصطلاح مطالبات آنها را بجا کنه تا اینکه بتوانه مشروعیت آنها را بگیره. اگر این گونه باشد که امارت اسلامی افغانستان هیچ گونه مطالبات آنها را در نظر نگیره و فقط مطالبات خودش را مطرح کنه، این به جای نخواهد رسید. درست. خیلی ممنون از شما جناب آقای حکمت فیاض، آگاه مسائل سیاسی که وایسی حضور باید. بخیر باشید. تشکر از شما. سلامت باشین. بیننده های عزیز ارجمند، امروز و امشب که تقدیم شما شد، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.